ریاست بررسی عواید تحت اثر ریاست عمومی عواید در اثر تثبیت و صحت عواید جمع‌آوری شده فعالیت می نماید. مالیاتی که شرکت ها، نهاد ها، اشخاص انفرادی و حقیقی به دولت پرداختند را نظارت و بررسی می کند. ریاست متذکره بر اساس نظارت مداوم خود مشخص می کند که آیا نهادها و شرکت های متذکره مالیات خویش را در وقت معینه و به شکل درست آن به دولت پرداختند یا نه. همچنان ریاست بررسی عواید بیلانس ها و اسناد تمام شرکت ها و ادارات مالیاتی را تحت بررسی گرفته و دستورات لازم را جهت آوردن اصلاحات به آنها ارائه می کند. پس از حاکمیت امارات اسلامی، ریاست بررسی عواید امور خویش را منظم کرده و دستاوردهای خوبی داشته است. عصمت الله سلیمی رئیس بررسی عواید شماری دستاوردهای مهم این ریاست را شریک ساخته و گفت: د عواید و د بررسی ریاست، د مالیه وزارت، د عواید و د عمومی ریاست اړوند یو کلیدی او اساسی عملیاتی ریاست دی چې د عواید پر راټولولو کې خورا اساسی رول لري. د عواید د بررسی ریاست د ټولو هغه نهادونو او د ټولو هغه حقيقي او انفرادي افرادو چې دولت ته مالیات ورکړي وي، د هغوی د دغه مالیاتو تثبیت، کره کتنه او د هغوی تحقیق کوي. عصمت الله سلیمی به اصلاحات در این اداره اشاره کرده و افزود که در سال مالی گذشته بیش از 30 نفر متخصص متحد و واجد شرایط را استخدام کرده که این امر باعث پیشرفت امور شده و تاثیر مثبت بر این بخش داشته است. دیش کسان انتخاب کرده چې خود دیش سره کسان ماستر دی او اکثر ACCA اته لس او دولس گرید ACCA کرده ده. چارتر اکاونټنټ پکشی کی دی دا د اقتصاد په برخه کې او په خاص ډول په فایننس برخه کې ماستر او یا هم متخصصین کسان دي. آقای سلیمی گفت که در ریاست بررسی عواید مبارزه صادقانه علیه فساد با تعهد کامل و شفافیت کامل صورت گرفته و هماهنگی های لازم میان ریاست های مربوطه ایجاد شده و تمام امور این ریاست با هماهنگی کامل به پیش می رود. شفافیت راغلی دی، فساد مطلق د منځه تللی دی. نوی ریفورم چې د بررسی ریاست په برخه کې د MTO، STO او LTO درې سره نه برخه متحدې سوی دي او د ټول افغانستان لپاره یو خاص امیریت جوړ سوی دي چې هغه د ولایاتو د بررسی د نظارت امیریت دی. این ریاست در زمینه ایجاد تسهیلات برای تجار نیز دستاوردهای قابل توجه دارد که اسناد و مدارک تجار تا یک روز بررسی شده و فرصت تا مراحل مواد برای تجار فراهم میگردد. د تجارانو او صنعتکارانو لپاره سهولتونو کې لمړی دا دی کچیر یو صنعتکار او تاجر خپل ډاکومنت او اسناد مشتره راوړي، نو موږ دا کولی سو چې په یوه ورځ کې د ده د بررسي نتیجه ورکړو. حال دا چې دا دومره لویه لاسته راوړنه ده چې په تیرو شلو کلونو کې او یا تیرو یوویشتو کلونو کې هیڅ یو د بررسي نتیجه تر دوې میاشتې یا درې میاشتې کمه نه ده ورکول سوې. خو موږ الحمدلله په دې توانېدلي یو چې د خپلو تجارانو او د خپلو صنعتکارانو سره دومره تساهل وکړو او داسې یو مسلکي ټیم په دغسې اسانه او په شفاف ډول باندې د دوی مالیات بیخي د یوې ورځې په جریان کې ورته تصفیه او د دوی ته نهایي مکتوب ورکولی شو چې دا ډېره لویه او زیاته لاسته راوړنه ده. عصمت الله سلیمی به افزایش چشمګیری سطح عواید نسبت به گذشته اشاره کرده و افزود که ریاست متذکره بالاتر از هدف تعیین شده عواید جمع‌آوری کرده است. موږ ډېر ښه او پر ځای عواید لاسته راوړي دي. الحمدلله د خپل ټارګټ یا هدف په ارتباط باندې بیخی کاملا مخته تللی یو او په ښه ډول باندې مخته روان یو. خو دا به هم د ملت لپاره یو زیری یي چې موږ د تیرو کلونو په پرتله باندې البته په میلیاردونو باندې موږ مخته تللی یو، په میلیون باندې نه بلکې په میلیاردونو باندې الحمدلله موږ مخته تللی یو او د میلیاردونو په تفاوت مو د تیرو کلونو څخه عواید زیات لاسته راوړي دي. قابل یادآوري است که پس از حاکمیت کامل امارت اسلامی بر کشور، به تعهد ظرفیت و ایجاد شفافیت در تمام نهادهای دولتی اولویت داده شده که در این زمینه ها دستاوردهای چشمگیری در سطح ملی داشته است.